به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. محمد اشرف غنی برای رفتن به انتخابات ریاست جمهوری تیم انتخاباتیش را تکمیل کرد. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور غنی میگوید که هر دو معاون تیم انتخاباتی وی مشخص شدند. این منبع به شرط افشا نشدن نامش روز سه‌شنبه 25 جدی به رادیو آزادی گفت که در تیم انتخاباتی آقای غنی صدارت و ریاست اجرایه وجود ندارد و وی با دو معاون به انتخابات خواهد رفت. رئیس جمهور غنی پیش از این گفته که در انتخابات آینده سرور دانش معاون دوم او خواهد بود. آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی نیز نزدیک به دو ماه پیش گفته بود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری وی من حیث معاون دوم آقای غنی را همراهی خواهد کرد. برخی از منابع تایید نشده گفتند که ممکن عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و یا صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی در انتخابات آینده معاون اول رئیس جمهور غنی باشند. ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی تا حال در این باره ابراز نظر نکردند، اما منابع در ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی رفتن عبدالله عبدالله به حیث معاون اول آقای غنی در انتخابات آینده را رد کردند. از سوی هم برخی از گزارش حاکی است که بر علاوه دو معاون یک تن به نمایندگی از یک قوم در تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی شامل خواهد بود. در عین حال یک سوال مطرح می شود که پروسه ثبت کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه بدی پیش می رود. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به این پرسش چنین پاسخ می دهد. علت اساسی در ترکیب و ایجاد تکت های انتخاباتی است. اکثر چهره های مطرح که می خواهند کاندیدان انتخاباتی ریاست جمهوری باشند تشویق و ترغیب و در عین حال و انتخاب آنان از میان گروه های سیاسی برایشان بسیار دشوار است، چرا که آنان به دنبال افراد می گردند که به اصطلاح بانک رای باشند یا رای زیاد داشته باشند. آقای رشید همچنان می گوید افرادی که با تکت های انتخاباتی به حیث معاونین مطرح هستند نیز سعی می کنند تا با کاندیدان پیشتاز یکجا شوند تا در آینده جایگاه خوبی داشته باشند. عبدالحکیم ترسند، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ و عبداللطیف پترام پیش از این خود را کاندید کردند و زلمه رسول نیز روز سه‌شنبه به گونه رسمی خودش را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید نمود. قرار است که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در 31 سرطان سال پیش رو برگزار شود، اما زمان برای ثبت نام کاندیدان تا اخیر ماه جدی تعیین شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید تا حال به شمول دو زن بیش از 70 تن بسته های معلوماتی را دریافت کردند، اما دیده می شود که در 5 روز آینده کدام افراد دیگر خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید خواهند کرد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.